همزمان با روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور از موشک نقطه زن فاتح 313 رونمایی شد. رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به دستاوردهای وسیع دفاعی در بخش‌های مختلف موشکی، پهپاد، دریایی، زیردریایی و ماهواره‌ای گفت صلح فقط در سایه اقتدار امکان پذیر است. آقای روحانی تاکید کرد ایران راه توسعه بنیه دفاعی را ادامه خواهد داد. دستاورد تازه صنایع موشکی ایران که رونمایی شد چه ویژگی‌هایی دارد؟ گزارشی از این موشک و دستاوردهای صنعت دفاعی. امروز به نام صنعت دفاعی رقم خورده و دانشمندان وزارت دفاع ما را میهمان خانواده‌ای کردند به نام فاتح، موشکی دوربرد و نقطه زن، یعنی نقطه زن. قهرمانی دیگر در خانواده فاتح دیده به جهان گشود، موشک دوربرد فاتح 313. کار صنایع هوافضای وزارتخانه دفاع است. دانشمندان دفاعی ما نسل جدیدی از پیشرانه‌های سوخت جامد مرکب و سنسورهای حساس را در فاتح 313 به کار گرفتند. این ماهواره‌بر سیمرغ است، بزرگترین ماهواره‌بر جمهوری اسلامی ایران که به دستان متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نام این مرز و بوم سند خورد. شاهکاری از سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در عرصه فناوری‌های غیر نظامی. حالا سیمرغ توانسته سنگینی انبوهی از تحریم‌ها را از دوش بردارد و خودی نشان دهد. ماهواره بر ما پا به پای فناوری روز جهان می‌تازد. قادر است بیش از یک ماهواره را فضایی کند و می‌تواند ماهواره‌های بیش از 60 کیلوگرم را در پناه خود به مدارهای دور ببرد. مسافر سیمرغ طلوع است. طلوع ماهواره‌ای مهم در عرصه مخابرات و جغرافیا است. گزارش را با سیمرغ آغاز کردیم چرا که مهمترین خبر روز ایران اسلامی است و میتواند چشم دنیایی را باز کند که ایران ایران است. بخواهد میتواند، نظامی و غیر نظامی.